اما چند تا آرزو دارم که امیدوارم باشم و ببینم. امیدواریم 150 سال باشین خانم گوش، از نسل به نسل از وجود شما هنرتون لذت ببرم. بزرگترین و حتما تکراری ترینش آزادی ایران و ایرانی. شاید قسمت مهمترش اون ایرانی است که به اون زیبایی شما اجرا کردید. خیلی زیبا بود در اول برنامه. اول برنامه یعنی واقعا هم داشتم لذت می بردم، هم خوشحال بودم، هم عشق تو چشم جمع شده بود. ای جان، یاد روزای آکادمی افتادی. آخه جونم، ما اگه در خود خیشمون آزاد باشیم به اون آزادی جمعی هم میرسیم. این مگه میشه بخشی از تاریخ که من هنوز به دنیا نیومده بودم ولی قمر میخوند زن حق آواز خوندن نداشته باشه؟ من امروز بخشی از قدیمی ترین و شاید قدیمی ترین خواننده های ایرانم و به زودی 72 ساله میشم. افتخارشون. ماشاءالله. من به دنیا نیومده بودم ولی قمر در ایران بی حجاب آواز میخوند. پیام و یا بهتره بگم آرزوی نوروزی من شعر زیبای زویاست که میگه پیر مشرق عزیز مهربونم، ای غزل بو زمین گل نشونم، خونه من ایرانم، ایران عاشق، کاشکی تو بهار تو زنده بودم. نفسی بگیریم. این پیامی که ما سعی کردیم، ای جان به افتخارشون، اون پیامی که ما سعی کردیم اول برنامه با اجرامون برسونیم و شما چقدر زیبا واقعا بیان کردیم. صبرانه منتظریم خانم گوگوش. بعد یک چیز دیگه میخواستم. چقدر سوال میکنی؟ دیگه دلم نمیاد، خب از دلم میاد دارم پایین. اینجا الان دیگه پام رسیده، میخواه همه سوال همون بپرسم. اولین کسی بود که توی آکادمی یک، آخ چقدر زیبا میخون، چقدر زیبا میخون. امروز هم این برنامه که اول بسم الله اجرا کردین در مورد ایران همش کاره. بله بله بله، به افتخار تمام بند خانم گوگوش، دوستان عزیزی که نوروز رو جشن میگیرن و استاد منوچهر چشم‌آذر و آرش آوین. بله بله، آرش جان با اجازه. نیمه گم شده یه من چه کسی میتونه باشه؟ مثل روح
برای خون نشسته تو سینه ما نفسهاش هوای عشقه تو دیدش صدای عشقه نشستیم خیلی شب ها قصه گفتیم از قدیم و
یه عمر بعده ها افتاده از امشب به فردا، تموم بعده ها رو دادیم و حرفا رو گفتیم دیگه این چیز